به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امرالله صالح، تصمیم 81. جلسه 6.5 روز سه‌شنبه، تاریخ 3 جدی سال 1399 مطابق به 19 جنوری سال 2021. اول، طالبان تروریست تا پری روز ادعا داشتند که در عقب کشتار اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد ملکی آنها قرار ندارند. در ماها و هفته های اخیر نیروهای شجاع و با وقار دولتی توانستند ده ها تن از اعضای طالبان را که به صورت مستقیم در قتل اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و بمبگذاری های کورکورانه دست دارند دستگیر نمایند. در پی اعلامیه من که باید این تروریستان اعدام شوند، سخنگویان طالبان تروریست واکنش نشان دادند و اخطار دادند که دولت این قاتلین را اعدام نماید. دست به قتل عام مردم خواهند زد. هوشداری آنها آنکه را واضح بود، واضح تر ساخت که طالب چیز بجز از آدمکشی یاد ندارد. اکنون دیگر شک باقی نمانده که طالب تروریست مسئول کشتار افراد ملکی، جامعه مدنی و خبرنگاران و بم گذاری های کورکورانه اند. چنانچه گفتند دروکو نه حافظه می داشته باشد و نه شرم. در 24 ساعت گذشته اکثر خبرگزاری های بزرگ داخلی و یک تعداد خبرگزاری های جهانی بحث اعدام تروریستان را بازتاب دادند. گروه کاری ما توانسته است بیشتر از 20,000 نظر و تبصره را تحلیل و ارزیابی نمایند. 85% مردم درخواست اعدام تروریستان به حیث یک رای حل و عبرت دهی و بقیه آدمکشان های در حال تحرک را حمایت نمودند. 15% کسانی که مخالفت نمودند، اکثرشان هویت های جعلی در مطبوعات دارند و چهره های بانقابند. پس من یک بار دیگر به نظر خود تاکید می ورزم که تروریست که بالفعل دستگیر می گردد و ثبوت مادی و معنوی بر ضد آنها موجود است باید اعدام گردند. از مردم در دیده و با عزت افغانستان به خاطر حمایتشان از این اعلامیه ابراز سپاس می نماییم. از خون هیچ هموطن خیش نمیگذریم. تلاش ما برای ایجاد پرونده های بزرگ حق العب بر ضد طالبان تروریست ادامه دارد. از روزی که جلسات 6.5 آغاز کردید است، هیچ حادثه به عدد و احصایه تبدیل نگردید است. هر حادثه تروریستی برای ما یک داستان است و هر قربانی یک چهره و یک خانواده. چه پیکرهایی که به خاطر جنایت طالب نامراد به خاک سپرده شدند، ما امکان به خاک سپاری این داستان و خانواده ها را نمی دهیم. هر روز باید این قربانی ها از حنجره هر هموطنان ما فریاد گردد و تا اگر چیز در میان طالب به اسم وجدان وجود داشته باشد تکان بخورد. دوم، امروز آقایان وردگ و عبدالنصیر از اتحادی شرکت های زو و آهن مهمان خاص جلسه 6.5 بودند. آنها شکایت داشتند که در منطقه چوک ارغندی و کمپانی افراد مسلح که خود را متعلق به یک باند سیاسی جرمی می دانند از آنها باج می گیرند. این باند جرم‌پیشه‌ها که تعلق به یک گروه سیاسی را بهانه و پوشش برای باجگیری ساخته از خود را مشناسند. برای اتحادیه وعده سپردیم که مشکل را تا یک هفته حل می نماییم. معضله دومشان این بود که مقامات در قندهار برخلاف حکم کابل هنوز به قاچاق آهن کهنه از افغانستان به پاکستان اجازه می دهند، در حالی که در داخل کشور بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن وجود دارد که نزدیک به 500 میلیون دلار در آنها سرمایه گذاری گردیده است. مشکل سوم اتحادیه ذوب آهن در هرات است. به مقام ولایت و قمندانی امنه از همین طریق امر می گردد که دست از کارشکنی و ایجاد ممانعت در این بخش بردارد و بگذارند که صنعت ذوب آهن در کشور رونق یابد. متبقی مسائلی را که مطرح ساختند ارتباط به بدرفتاری های پلیس دارد که باز هم در ظرف کمتر از یک هفته به آنها رسیدگی خواهیم نمود. سوم، مقام ریاست جمهوری سه ماه قبل قمندان های امنی چند ولسوالی را در کابل تبدیل نمود. تبدیلی ها بر اساس ارزیابی های دقیق از ساحه و ظرفیت های پلیس صورت گرفته بود. اکنون حلقات و جرم‌پیشه که به نفعشان در حفظ حالت کنونی و وضع موجود است تلاش دارند که بر ضد قمندان های نو دست به دسیسه بزنند. حداقل تا اکنون دو شیوه از دسایس آنها برملا گردیده است. اول، شمار سربازان پلیس را تحریک می کنند که بر ضد قمندانان نو عریضه نمایند. این سربازان به نحو همسویی با مافیای محلی دارند. تا اکنون 25 نفر سربازان پلیس را که به تحریک حلقات جنبشه علیه قمندانان خود شکایت کرده بودند دستگیر نمودیم. شیوه دوم این است که بر ضد قمندان های امنیه عریضه ترتیب می دهند و آنها را به بهانه های بی مورد به سانوالی جلب می نمایند. وقتی که من افتخار تصدی وزارت داخله را داشتم، مقام ریاست جمهوری حکم را امضا نمودم که بر اساس آن کسی نمی توانست منصوب پلیس را به حیث فرد به سانوالی معرفی کند، بلکه اقامه دعوا باید علیه نهاد باشد.
پس من تمام اراکین پلیس اطمینان می دهیم که در دفع و خونساسازی این دسیسه مانند کو در عقبتان استادم و شما تلاش و شجاعتان را در برابر جنبشه ها ادامه دهید. نوت اول، پس از ارزیابی سن کسانی که ادعا دارند تلفن موبایلشان دزدی شده است، تعداد واقعات دزدی موبایل یک شبه 50% کاهش یافت. دیروز 16 گزارش از دزدی موبایل ثبت شده بود. امروز تنها 7 مورد رفتن به جزئیات مهم است. به همین ترتیب چندین مورد دیگر نیز تثبیت شد که گزارش از دزدی و جرایم مالی واقعیت ندارد، بلکه گزارش دهنده خود مجرم است و به خاطر پنهان ساختن آن به ناحق به پلیس مراجعه نمی نمایند. فیصله این است که تمام کسانی که جرم را گزارش می دهند از دید سن و سال و مسائل عمیق‌تر اجتماعی و محیطی از آن بازپرس خواهد شد. دریافته‌های ما نشان می دهد که یک تعداد از نوجوانان موبایل های خود را یا به کس مخفیانه تحفه می دهند و یا مفروشند، ولی ادعا می کنند که دزدی شده. خانواده های گرامی متوجه باشند. نوته دوم، به خاطر تحکیم هرچی بیشتر پایه های جمهوریت قرار است که در فصل تابستان یکی از 4 انتخابات یعنی شورای ولسوالی ها، شاورولی ها یعنی شهرداری ها، شوراهای ولایتی در سراسر کشور و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی دایر گردد. آرزوی ما این است که همه این انتخابات ها برگزار گردد. اما اگر بنابر مشکلات لوجستیکی نتوانستیم همه را برگزار کنیم، یک و یا دو تا را حتمی برگزار خواهیم نمود. جلسه به همین خاطر زیر نظر مقام ریاست جمهوری با کمیسیون مستقل انتخابات دایر گردید. من وظیفه دارم که در ارتباط به حوزه بندی برای انتخابات شوراهای ولایتی تا یک ماه گزارش تهیه نمایم. حوزه بندی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل انتخابات است، زیرا می تواند حس تقلیل را برای بخش ها یا بخشی از جامعه در پی داشته باشد. افغانستان کشور با ساختارهای مختلف است و قرائن موجود قناعت تمام اقشار اقوام روی مسائل حوزه بندی کار آسان نخواهد بود. وظیفه دوم من هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای جامعه جهانی بخصوص ملل متحد است که مشخص معلوم کنیم که آنها چه درس‌هایی از انتخابات‌های گذشته آموختند و در انتخابات پیشرو چه نوع همکاری‌ها با دولت افغانستان خواهند نمود. برگزاری انتخابات حتمی است. نوته سوم، ارزیابی افغانستان جالب و تکان دهنده است. در صورتی که ما نتوانیم اصلاحات لازم به وجود آوریم که انشالله خواهیم آورد و متکبرانه به آینده نرویم، چند سال بعد پرداخت سالانه به متقاعدین نزدیک به 750 میلیون دلار خواهد بود. جلسه دیروز در ارگ ریاست جمهوری روی ابعاد مختلف دایر گردید، از جمله اینکه با پیروی از الگوهای موفق در کشورهای دیگر چگونه میتوان پول متقاعد و بازنگشتری را به دروان انداخت و از سینه این هزینه بزرگ بر شانه های نظام مالی کشور کاست. از اینکه به تمام پرسش های وزارت مالیه پاسخ نداشت، قرار است جلسه بعدی تا 10 روز دیگر دوباره دایر گردد. شما را در جریان قرار خواهم داد. موفق باشید. امرالله سالم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان.